دامنه های جنوبی رشته کوه البرز محل کشمکش باد هاست. باد مه سرما و رطوبت می آورد و باد راز گرما و خشکی، و حاصل این کشمکش سخت بهشتی متنوع است که در دامنه های جنوبی البرز می درخشد. اینجا مینودر است. قزوین، همان دیار افسانه‌ای و کهن که آوازه قدمتش را همگان می‌دانند. استان قزوین یکی از 31 استان ایران است که در بخش شمال غربی کشور واقع شده. استانی حاصلخیز که با دارا بودن تنها 1% از مساحت کشور، قریب به 5% در اقتصاد و تولیدات ایران نقش دارد. دشت قزوین از نظر پیشینه تاریخی، محصولات کشاورزی و گونه‌های جانوری اهمیت اقتصادی و تاریخی بسیار مهمی در میان دشت‌های ایران دارد. تا جایی که بسیاری از باستانشناسان ایرانی بر این باورند که تمدن کشاورزی از دشت قزوین آغاز شده و سپس به شرق و غرب فلات ایران گسترش یافته است. استان قزوین به علت قرار گرفتن در دامنه‌های سرسبز رشته کوه البرز دارای قلل مرتفع بسیار است که از میان آنها سه قله به نام قله‌های خشال به ارتفاع 3200 متر، قله سیالان 4175 متر و شاه البرز است که ارتفاعی بیش از 4000 متر دارد. سیالان و شاه البرز از جمله بام‌های بلندی است که سالانه پذیرای بسیاری از کوهنوردان حرفه‌ای است. در شمال قزوین دو رودخانه طالقان رود و علموت رود پس از پیوستن به هم رودخانه شاهرود را تشکیل می‌دهند که این رودخانه 90 کیلومتر مسافت را در قزوین می‌پیماید و به سپیدرود می‌ریزد. تا کنون 8 گونه ماهی در شاهرود شناسایی شده‌اند. رودخانه های حاجی عرب، ابهر رود و خر رود در جنوب استان قزوین در میان بیابان های خشک و کویری صفای این دیار شده اند.
که بعد از سیراب کردن دشت قزوین به رودخانه شور و کردان ملحق می شوند. ماهی زیبای آفاینوس که گونه منحصر به فرد و کمیابی است در این رودخانه های کویری به وفور یافت می شود. دریاچه اووان از معدود دریاچه های کوهستانی کشور بوده که در ارتفاع 1800 متری از سطح آبهای آزاد واقع شده است. نگینی درخشان که آب آن را چشمه های موجود در کف آن تأمین می کنند. این دریاچه شاخصترین و بزرگترین دریاچه در استان قزوین است. دریاچه زیبا و درخشان در دامنه جنوبی البرز که زمستانها توقفگاهی برای پرندگان مهاجر است و تابستانها تفرجگاهی باشکوه برای گردشگران داخلی که در آن به قایقرانی و ماهیگیری ورزشی می پردازند. دریاچه اووان زیستگاه آبزیانی زیبا همچون اردک ماهی و ماهی کپور است که در اعماق این دریاچه حیاتی پایدار و بانشات دارند. پلنگ ایرانی بزرگترین گربسان خاورمیانه و شمال قفقاز محسوب می شود. این زیرگونه پلنگ در فهرست گونه های در خطر انقراض قرار دارد. ایران مهمترین زیستگاه پلنگ در خاورمیانه است و استان قزوین در مناطق شکار و تیراندازی ممنوع طارم سفلا و علموت غربی این گونه کمیاب را در دل خود جای داده اند. اصلی ترین تهدید پیش روی بقای این حیوان جدا شدن زیستگاه ها و قطع ارتباط ژنتیکی جمعیت های این حیوان است که معمولا به تشکیل گروه های بسیار کوچک منجر شده است. کاهش طعمه بر اثر شکار انسان ها، مزاحمت های انسانی و مهمتر از همه این تهدیدها از میان رفتن زیستگاه به واسطه ساخت و بهره برداری از معادن و جاده سازی باعث شده است که نسل این گونه بزرگ جسته و زیبا رو به انقراض و نابودی برود. غذای پلنگ با توجه به منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کند متفاوت است. بخش عمده رژیم غذایی پلنگ ایرانی از شکار سمدارانی میان جسه همچون بز کوهی، گوسفند وحشی، گراز، آهوی گواتردار ایرانی و حیوانات کوچکتر مانند خرگوش تأمین می‌گردد. اما در ایران شکار اصلی این جانور کل و بز و گراز جوان و نابالغ است و محل زندگی پلنگ نیز تا حد زیادی با محل زندگی گونه های مذکور همسانی دارد. هما پرنده‌ای افسانه‌ای و زیباست که جایگاه برجسته‌ای در ادبیات ایران زمین دارد.
این پرنده زیبا اینک نماد تنوع زیستی در استان قزوین شده است. صخره های صعب العبور دربند کلج در تارم سفلا، ویار در علموت غربی، یرک و کوچنان در علموت شرقی زیستگاه اصلی این پرنده در استان قزوین است. هما یا مرغ استخوانخوار نوعی کرکس بزرگ است. پرنده ای با وقار و بلند پرواز که در تمامی طول سال یک جا می ماند و هر فصل فقط یک یا دو تخم می گذارد. او استخوان‌های بزرگ را از ارتفاع زیاد به روی سنگ‌های تیز پرتاب می‌کند تا به قطعات کوچکتری شکسته شوند. گاهی هم از لاک‌پشت‌های زنده به همین روش تغذیه می‌کند. در خرابه های تخت جمشید که پایتخت هخامنشیان بوده است، دو مجسمه سنگی از هما پیدا شده است که نشان می دهد هما در زمان ایران باستان هم پرنده سعادت بوده است. در استان قزوین و در مناطق شکار و تیراندازی ممنوع علموت غربی و شرقی، گونه های بسیار متنوعی یافت می شوند که عبارتند از پلنگ، سیاه گوش، خرس، کلوبوز، روباه، گرگ، گراز، عقاب طلایی، کپک دری، جغد، سارگپه و لاک پشت که در آسایش مدام روزگار می گذرانند. در منطقه حفاظت شده باشگل، به واسطه مراقبت و محدود بودن این منطقه، گونه های جانوری بسیار زیبایی زندگی می کنند که عبارتند از آهوی ایرانی، قوچ و میش، روباه، گرگ، شغال، کفتار، سنجاب زمینی، تشی، کپک، عقاب، جغد، انواع دیگر پرندگان، خزندگان و پستانداران وحشی که تحت کنترل و حفاظت محیطبانان در این منطقه حفاظت و حمایت می شوند. ارتفاعات صعب العبور منطقه شکار و تیراندازی ممنوع آوج، زیستگاه قوچ و میش، سیاه گوش، عقاب طلایی و گونه های مختلف جانوری است. در قسمت‌های جنوبی استان و در مناطق بیابانی و کویری انواع پرندگان و خزندگان زندگی می‌کنند که از جمله می‌توان به هوبره، کپک، عقاب صحرایی و ماهی آفاینوس اشاره کرد که بسیار قابل توجه و از جاذبه‌های طبیعی این منطقه به شمار می‌آیند. اداره کل محیط زیست استان قزوین بنابر اهمیتی که برای تنوع زیستی این دیار با تراوت قائل است، اقدام به راه اندازی و تجهیز موزه حیات وحش در شهر محمدیه نموده است تا علاقه‌مندان و پژوهشگران به سهولت بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد گونه‌های جانوری موجود در دشت‌ها و ارتفاعات این منطقه مشاهده کنند و بدین وسیله زمینه ای فراهم شود
تا نسل امروز حساسیت بیشتری نسبت به زیستگونه های جانوری پیدا کند و در حفظ و انتقال آن به نسل های آتی همت گمارند. همچنین احداث و راهندازی باغ پرندگان که حرکتی خردمندانه و پایدار در ایجاد پیوند و آشتی بین انسان و طبیعت است، زمینه‌ای فراهم نموده که ضمن استقرار گونه‌های مختلف پرندگان در محیطی آرام و طبیعی، علاقمندان این پرندگان را از نزدیک با شیوه‌های رفتاری و تغذیه آنان آشنا کنند. استان قزوین یکی از استانهای صنعتی کشور محسوب می شود. از لحاظ توسعه یافتگی صنعتی و معدنی رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است. فراهم بودن زیرساختها و همچنین وجود شهرک های صنعتی، مراکز درمانی و اداری این استان را در رده استانهای مهم و مورد توجه قرار داده است. با افزایش جمعیت و توسعه شهرهای بزرگ، منابع آلوده کننده هوا از جمله خودروها، مراکز صنعتی و کارخانه ها و منابع گرمایش خانگی به طور روزافزون رشد نموده و سبب آلودگی این شهرها گردیده است. طی نیم قرن اخیر گسترش کشاورزی متمرکز همراه با رشد شهرنشینی و امور صنعتی ضمن فراهم آوردن رفاه مادی برای بشر امکان پشتیبانی از جمعیت‌های عظیم انسانی را به وجود آورده است. یکی از اثرات جانبی این رشد سریع سرازیر شدن پساب‌های شهری، صنعتی و به ویژه دارند بوده است. ورود فرایند پساب‌های سرشار از ترکیبات شیمیایی گوناگون به ویژه دو عنصر نیتروژن و فسفر موجب تخریب محیط زیست طبیعی شده است. روند روبه رشد شهرنشینی، گسترش کالبدی شهرها، افزایش جمعیت شهرنشین و نیازهای مربوط به آن و نیز توسعه صنعت در استان، مشکل آلودگی هوا را در آینده به یکی از معضلات زیست محیطی استان تبدیل خواهد نمود. در حال حاضر، سه ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان قزوین راه اندازی و تجهیز گردیده است. این ایستگاه ها پارامترهای مونواکسید کربن، دیوکسید گوگرد، اوزون، دیوکسید نیتروژن و ذرات معلق را اندازه گیری می کنند.
استان قزوین با توجه به شرایط اقلیمی منحصر به فرد و دارا بودن جاذبه‌های طبیعی بیشمار، یکی از مراکز مهم ایرانگردی و جذب گردشگران داخلی و خارجی بوده است. مناظر و چشماندازهای طبیعی این استان با تنوع فراوان در پوشش گیاهی و فن جانوری بسیار دیدنی و جذاب هستند که چشم هر رهگذر عاشق طبیعت را به خود خیره می کنند. چشماندازهای باشکوه تارم سفلا، مناظر طبیعی علموت شرقی و غربی، سرزمین زیبا و خانه امن وحوش در باشکل، بلندی‌های آوج، کویر زیبا و بکر بوئین زهرا و بسیاری چشماندازهای طبیعی و دیدنی که در جای جای این استان توانمند به چشم می‌خورد، همگی از جمله عواملی هستند که موجبات توسعه صنعت توریسم و به ویژه موضوع اکوتوریسم را برای علاقه‌مندان به گردش در طبیعت زیبای این استان فراهم کرده است. اینجا مینودر است، قزوین، همان دیار افسانه‌ای و کهن که آوازه قدمتش را همگان می‌دانند. از همین روست که اهل هنر و دوستداران طبیعت خداوندی لقب مینودر را برای استان قزوین شایسته‌ترین عنوان می‌دانند.